سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا شريك له سبحانك, <applause> سبحانك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم بحث ما در بحث مذکر و معنیس در فصل سوم و آخرین فصل مذکر و معنیس هستیم که در مورد علائم تانیث و آثار این علائم تنیس که عرض کردیم سه تا ما علامت تنیس داریم تا مربوط علف مکسوره و علف ممدوده که اینها بعضی وقتا به کلمه ملحق میشن و تنیس حقیقی رو فایده میدند و بعضی وقتا حکم تنیس مجازی رو برای کلمه میدند و بعضی وقتها اصلا هیچ حکمی رو و هیچ حکم تنیس رو رو به کلمه نمیدند یعنی با این چه علایم در کلمه هست منتا کلمه حکم مذکر رو داره اولین نکته ای که باید متذکر بشم البته امروز میخوام مت رو تطبیق کنیم منتا قبلش یه مواردی رو اطمالا یادآوری کنم اولین نکته ای که در سه گذشته عرض کردم و اون نکته اینه که ما علائم تعنیس رو چه بگیم تا مربوطه علف مکسوره و علف ممدوده به عنوان علائم تعنیس میشناسیم زمانی است که این علامت ها و این تا یا الف یا الف مکسوره یا ممدوده زائد باشند منتها اگه یه تایی در کلمه حرف اصلی باشه این اصلا هیچ تعنیسی رو فایده نخواهد داد پس اصلی ها مواردی که چه الف مکسوره اصلی باشه یا همزه اصلی باشه یا تا اصلی باشه دیروز چند تا مثال زدیم اینها اصلا هیچ حکمی رو و هیچ تعنیسی رو برای کلمه نمیارند یعنی هیچ حکم تعنیسی رو ندارند این نکته اول بحث ما در است که این علامت ها و این تا یا علف مکسور علف مندوده زائده باشه و جز حروف اصلی کلمه نباشه وقتی که زائد شد حالا بحث میکنیم میگیم اینها سه قسمه بعضی وقتا افاده تعنیس حقیقی میکنند بعضی و اون مواردی که دیروز عرض کردیم خدمتتون مثلا تا در شش مورد عرض کردیم که در کتاب پنج مورده الف مکسوره در دو مورده الف ممدوده در یه مورده اینها رو عرض کردیم در بعضی از مواقع افاده تعنیس مجازی میکنه و بعضی وقتا اصلا حکم تعنیس رو برای چلمه نمیاره با اینکه زائده یعنی مثل اصلی میشه سه تا گفتیم که وقتی که تا مثلا اصلی باشه کلمه رو مؤنث نمیکنه چون که این اصلا علامت تعنیس نیست جزء ساختمان اصلی کلمه هست بعضی وقتا میشه که زائد این علامت تعنیسه منتها هیچ تعنیسی و هیچ حکم تعنیسی رو به کلمه نمیدند و احکام تعنیس طبیعتا در اون کلمه جاری نخواهد شد پس ما اولا باید موارد اون مواردی رو بشناسیم که اینها افاده تنیس حقیقی میکنند چه دیروز ارز کردیم و همینطور مواردی رو که اصلا افاده تنیس نمیکنه که مورد خاص دارند و اینها رو انشالله بیان خواهیم کرد اینها رو بخونیم بقیه میمونه افاده تنیس مجازی میکنند مثلا به عنوان مثال در اون شش موردی که برای تا عرض کردیم اینها افاده تنیس حقیقی میکنند در بعضی از مواقع مثلا تا مبالغه تا تاکید مبالغه مثل علامه اینا تای زاید هست منتها هیچ حکم تانیث رو نمیده در بقیه موارد البته یه قسمت هایی هم هست که انشالله میخونیم در بقیه موارد تا هر زابیات افاده تانیث مجازی میده و کلمه رو در واقع به عنوان یه مؤنث مجازی میکنه و احکام مؤنث مجازی برش مثل شمس بار میشه البته این تا مثلا یا الف مکسوره و الف ممدوده وقتی که افاده تنیس حقیقی رو نکنند و تنیس مجازی رو فایده بدن غیر از البته اصل تنیس و حکم تنیس مجازی یه فایده های دیگری هم دارند مخصوصا تا چه فواید زیادی داره و یه معانی غیر از تنیس به چلمه میدن که انشاءالله موقع خوندن متن اینها رو خدمتون یه قسمتیشون رو عرض خواهیم کرد برای مفصل این بحث باید مراجعه بشه به کتاب های نه مباحث مذکر و معنیست که در اونجا هم به مناسبتی بحث میشه و مفصل از این زایی که ما میخونیم هست اگه خواستید مراجعه بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم مت رو تطبیق میکنیم اگه اشکالی هم باشه انشاءالله برطرف بشه الفصل و سالس فصل سوم و فصل آخر از مذکر و معنیس فی علامات تعنیس و آثارها و مواضعها در مورد علامات تعنیس اصلا علامت تعنیس چند تا هست کدوم ها هستند و آثارها آثار این علامت تنیس کجا تنیس حقیقی رو فایده میده کجا تنیس مجازی رو فایده میده و کجا اصلا اثری نداره بود و نبودشون نسبت به جریان حکم تنیس مساویه و مواضع ها زایگاه های این علائم تنیس که مثلا تا با, با تا به وسیله تا کدوم کلمه و کدوم موارد هست که به وسیله تا مؤنث بسته میشه یا در کدوم موارد به وسیله علف مکسوره ما کلمه رو معنیس میکنیم یا با علف ممدوده پس در علائم تعنیس یعنی اصل علامات تعنیس و آثارها اینا چه تأثیری بر کلمه دارند کلمه رو شیعی معنیس حقیقی میکنند یا مزازی میکنند یا اصلا کلمه رو معنیس نمیکنند و حکم تعنیس رو براشون نمیده یعنی به کلمه عطا نمی کنند و مواضع ها و زایگاه های این علائم تعنیسه الالائم السلاس تعنیس و علائم سگانه تعنیس که قبلا هم بهش در فصل اول اشاره کردیم اوایل بس و هی تا المربوطه تو که یکی تای مربوطه است علف المکسوره و و الف مکسوره علف تو و یکی هم الف ممدوده است چما سبقه چما اینکه در ابتدای فصل مطرح شد و گذشت این علائم سگانه تعنیس قد تفید و تعنیس الحقیقیه گاهی تانیس حقیقی رو فایده میده حکم معنیس حقیقی رو برای کلمه میاره و قد لا توفیدو گاهی فایده نمیده البته این عبارت قد لا توفیدو عربی فسیح نیست به خاطر اینکه قد بر فعل مثبت داخل میشه بر فعل منفی داخل نمیشه در اصطلاح و لسان متاخرین بعضی از آیون این تعبیر شایع مثلا قد یزوز و قد لا یزوز یه بارم اشاره کردم یا اینجا فرموده قد توفید و قد لا توفید این عبارت صحیحی نیست و عبارت فصیحی نیست بهتر اینه که به جای قد اینجا ربما بیاریم قد توفید و تعنیس الحقیقیه گاهی فایده تعنیس حقیقی میده و قد لا توفید بذاش بگیم و ربما لا توفید و بعضی وقتا هم فایده تعنیس حقیقی نمیده بلکه تعنیس مجازی یا اصلا افاده هیچ تعنیسی رو نمیده بیان و ذالک اینها رو بیان میکنه این سه تا علامت رو اتا المربوطتو تفید و تعنیس الحقیقی غالبا فی خمست موارده تا مربوطه فائده میده تعنیس حقیقی رو غالبا در پنج مورد همین که معلف محترم در اینجا غالبا فرموده این یه عبارت است. یعنی همیشه اینجوری نیست که فقط این پنج مورده دیروز ارز کردم در, در برخی, در برخی از سیغای مبالغه هم هست در خود این مواردی که گفتیم اسم فاعل اینجوری نیست که هر تایی که بر اسم فاعل بیاد تنیس حقیقی باشه یک در پنج مورد فاده تنیس حقیقی رو میکنه الاول یعنی المورد الاول اسم الفائله یکیش اسم فائله مثل زارب مؤنثش میاد زاربت محسن مؤنثش میاد محسنت اینجا دو تا مثال زده یکی برای ثلاثی مجرد یکی هم برای غیر سلاسی مذرد از ثانی مورد دوم اسم المفعوله اسم مفعول از چیزهایی که با تا معنس بسته میشه مثل مظلوم از سلاسی مذرد مهندسش میشه مظلومت معدب از سلاسی مزید باب تفعیل ادب و یعدب و تعدیب اسم فایلش میشه معدب و اسم مفعولش میشه معدب چه معنسش میشه معدبت مثلا خانم معدبه از سالس مورد سومی که با تا مؤنث بسته میشه الاوزان الاوزان س... ال السماعیت و لصفت المشبهه وزنهای سماعی صفت مشبهه در سلاسی مذرت. البته در سلاسی مذرت گفتیم که این چه میگه اوزان سماعی یعنی اونهایی که دلالت بر عیب و رنگ و زینت نمیکنه کنه چون که اگه دلالت بر عیب و رنگ و زینت کنه این وزنها وزنهای سماعی نیست وزنهای قیاسی داره بر وزن افعل میاد مهندسش هم فعلا میاد این چه فرموده اوزان سمایی برای صفت مشبهه یعنی اوزان سمایی منظور اونایی که دلالت بر عیب و رنگ و زینت نمیکنه در سلاسی مجرد مثل شریف مؤنثش میشه شریفت سید مؤنثش میشه سیده و کزا قیاسیت منها فی غیر سلاسی مجرد و کذا یعنی همینطور با تا تعنیس مؤنث بسته میشه القیاسیت منها قیاسی منها از اوزان صفت مشبهه فی غیر سلاسی المزرد در غیر سلاسی مزرد که غیر سلاسی مزرد اصلا ما سمایی نداشتیم همشون قیاسی بود بر وزن اسم فائل اینا هم اگه احیانا معنس بسته بشند و بخوایم کلمه رو مهنس کنیم اینجا از تا استفاده میکنیم مثل منقطع معنسش میشه منقطعت البته منقطع ارز گردیم سیغه اسم فایله اگه به معنای ثبوت قصد بشه میشه صفت مشبهه از لحاظ ظاهری فرقی ندارند فقط ثبوت و حدوثشونه که اینها رو جدا میکنه چهارمین موردی که با تا معنیس بسته میشه المنصوب تمامی اسمای منصوبه مثل ایرانی برای معنیسش میشه ایرانیت قرشی معنیسش میشه قرشیت و الاخر پنجمین موردی که با تا معنیس بسته میشه بعض الجوامد بعضی از اسمهای جامده که اینا سماییه اینا قیاسی نیست مثل امره یا امره یا امرو این امره جز کلماتی است که ما قبل آخرش که راست حرکتش تابع آخرشه یعنی اعرابشه اگه فرض کنید بگید زا امرو آخرش که زمه است را هم زمه میشه میشه زا امرو رعیت ام رعن مررتو به ام رعن جزء معدود کلماتی است که ما قبل آخر تابع خود آخر در حرکات مؤنثش میشه امرات خب امرا یه کلمه جامد یه کلمه مشتق نیست صفت نیست عل القاعده نباید مؤنثش با تا بیاد اینها اصلا غالبا مؤنث ندارند اسم جامد در هر حال اومده این چمه جزء اون موادر موارد نادر و قلیله نمر به معنای پلنگ مؤنثش میاد نمرت خیلی کمه معلف محترم در اینجا میفرمایند ولا ضابط لهازن اخیره الا السما ذابتی نیست برای این اخیر یعنی هیچ ذابتی نیست الا السما او مگر سما از عرب یعنی ما قاعده کلی نداریم چون مثلا در اسم فاعل گفتیم هر اسم فاعلی با تا مؤنث بسته میشه اما در اینجا ما نمیگیم هر اسم زامدی با تا غالب اسم جامدها اصلا معنس ندارند معنس بسته نمیشند به خاطر علل مختلف این که بعضی از زوامد معنس با تا ب... یعنی تانیسشون با تا میاد کدوم زامده میگه زابطی نداره مگر سما و مرازه به کتاب های لغت عربی چه معتبر باشه این در مورد تا الالف المکسورت و تفید و الحقیقیه فی موردین الف مکسوره فایده میده تعنیس حقیقی رو فی موردین در دو مورد در دو جا و در دو وزن افاده تعنیس حقیقی میکنه الاول یعنی المورد الاول از صفت علا فعلان صفتی که بر وزن فعلانه هر صفتی که بر وزن فعلان باشه ارز کردم بعضیاش با تا مؤنث بسته میشه بعضیاش با الف مکسوره اینجا معلف و محترم در اینجا فرمودن که مگر 16 تا این 16 تا با تا بسته میشه بقیه با الف مکسوره اینا به اینا اعتمادی به یعنی به این مطلب اعتمادی نیست نمیشه بگیم 16 تا یا 12 تا 13 تا 20 تا بهتر اینه که اینو بگیم وزن فعلان بعضی وقتها معنیسش با الف مکسوره میاد بعضی وقتها با تا میاد بعضی وقتها با هر دوتا میاد از صفت علا فعلان فانها تؤنس على فعلا این صفت بر وزن فعلان معنس بسته میشه بر وزن فعلا که آخرش علف مکسوره است مثل سکران به معنای مست مؤنثش میشه سکرا بر وزن فعلا یا عطشان عطشا غضبان چسی که عصبانی معنسش میشه غزبا ببینید در اینجا میفرمایید الا این الا مربوط به بالاست یعنی از صفت التی فعلان صفتی که بر وزن فعلانه یه از مواردی که با علف مکسوره مؤنثش میاد بعد میفرمایید فانها یعنی اون صفتی که بر وزن فعلانه تو انس و علا فعلا هم تمام صفتهایی که بر وزن فعلانه میگه معنس بسته میشه بر وزن فعلا الا مگر ست عشرت سفتا مگر شنوزده تا کلمه شنوزده تا صفت شنوزده تا وزن هم وزن فعلان که اینها با تا مؤنث بسته میشه بر وزن فعلانت بقیه بر وزن فعلاست چه به این اعتمادی نیست خودتون باید مراجعه کنید به کتابهای لغت در هر حال من این متن رو میخونم الا ست عشرت صفتن مگر شنوزده تا صفته که اینها با بر وزن فعلا و با علف مکسور معنسشون نمیاد بلکه با تا که وزن فعلانت معنسش ساخته میشه هیه منان که معنسش منانت میشه با تا میاد چسیر المن اصلا در مورد خود منان بر وزن فعلان باشه این بحث من منان قول حق اینه که بر وزن اصلا فعاله نه بر وزن فعلان حالا منان به معنای کثیر المن و الاحسان اون کسی که خیلی زیاد احسان میکنه این خودش اصلا سیغه مبالغه است قطعا بر وزن فعال بر وزن فعلان اصلا نیست علیان به معنای عظیم العلیه این هم با تا میاد علیانت میاد حبلان به معنای کثیر الغیز غیز به معنای غذب حبلانت میاد مهنسش خمسان به معنای دقیق الوسط زامر البطن دقیق الوسط امین تو اصطلاح خود ما میگیم چمر باریک کسی که زامر البطن شکمش لاغر باشه و کمرش باریک باشه به این میگن خمسان معنسش میاد خمسانت دخنان یعنی ما یغشاه و دخان اینا معنا کرده اینها رو دخنان به معنای اون چیزی که دود او رو فرا گرفته و پوشونده این رو در مهنس اگه میخوای مهنسش استفاده کنیم میگیم دخنانت ریحان همین ریحان طیب و بوی و خوش رو میگن یا سیفان به معنای الرجل و طویل مرد طولانی که اگه در زن استفاده کنیم زن بلند قد بگیم که سیفانت این با تا میاد سخنان به معنای الحار گرم این هم مهنسش با تا میاد زحیان الازی یکلوف زحا اون کسی که غذا میخوره در وقت چاشت به این میگن زحیان یا سوزان به معنای اشدید اش و صلب من دواب سخت پوست از حیوانات همین سخت پوست چه سخت پوستان ما میگیم همین مفردش رو میگیم سخت پوست اگه بخوایم بگیم در عربی سوزان مؤنثش میشه سوزانت علان به معنای جاهل و قشوان به معنای ضعیف مسان به معنای لعیم آدم پست موتان به معنای مرده چه بعضی وقتا میگن موتان الفعاد یعنی دل مرده کسی که دلش مرده بعضی خودش نوشته که به معنای البلید بلید یعنی یه آدم چم و کودن ندمان به معنای منیندم کسی که پشیمون میشه نصران به معنای همین نصرانی اسم جنس جمعی است مثل عرب عربی نصران نصرانی اینها نه این 16 تایی که اینجا شمرده اینها مؤنثش با تا میاد و مؤنثش با الف مکسوره نمیاد فئن هاذهی به درستی که هاذهی بعد از اینکه فرمود که الا 16 تا صيغه مگر 16 تا صيغه میگه فئن هاذهی این 16 مورد تو انسو به تا مؤنث بسته میشه با تا یقال امرأتون ندمانتون امرأتون نصرانتون امرأتون خمسانتون و الى آخر که اینها مؤنثش با تا میاد غیر از این مواردی که بنابر البته کتاب فرمانش کتاب غیر از این مواردی که اینجا اسم بردیم این 16 تا غیر از اینها صفتهای های بر وزن فعلان مؤنثش بر وزن فعلا میاد یعنی با الف مکسوره در هر حال یکی از موارد تانیز با الف مکسوره بعضی از صفتهایی که بر وزن فعلان هستند اسانی یعنی مورد دومی که مؤنثش با الف مکسوره میاد افعل و تفضیل افعل تفضیل که قبلا خوندیم هر که هر افعل تفضیلی که افعل باشه حث نشده باشه همزه و اینا مثل خیر و شر اینها مؤنثش فینه یونسو فولا این مؤنث بسته میشه بر وزن فعلا مثل افضل فضلا اکبر کبرا اصغر صغرا و الى آخر و ممدودتو این هم علف مکسوره پس فا در این تای مربوطه در اینجا فرمود پنز م... در پنج مورد افا غالبا افاده تنی میکنه و علف مکسوره در دو مورد و علف ممدوده و الممدودتو تفید و الحقیقیه فی مورد واحدن الف ممدوده فایده میده تنیس حقیقی رو در یه مورد در یه مورد فقط افاده تنیس حقیقی رو به, به صورت شایع البته و به صورت قیاسی افاده میکنه و هو صفت المشبهت التي تكون على افعل صفت مشبهی که بر وزن افعل چه میدونید کدوم صفت مشبه بر وزن افعل اولا در سلاسی مجرد ثانیا اون فعل هایی که داله بر عیب و رنگ یا زینت بکنه اینها صفت مشبهشون بر وزن افعل میاد اینها فانها این صفت مشبهه بر وزن افعل تو انس و علا فعلا مهنس بسته میشه بر وزن فعلا مثل احمر مهنسش میاد همرا اعما به معنای کور مهنسش میاد امیا ابلد مهنسش میاد بلزا چه زینته این مواردی که شمردیم در اینجا پنج مورد برای تا دو مورد برای الف مکسوره یه مورد برای الف ممدوده اینا مواردی بودن که این علامات افاده تحنیس حقیقی میکنند و فی غیر ما مره الان میخواد بگه غیر از اینها افاده تنیس مجازی یعنی اگه در غیر از اینها الف مکسوره الف ممدوده تا مربوطه اومد اینا دیگه تنیس حقیقی رو فایده نمیده و فی غیر ما مره در غیر اون مواردی که گذشت اذا زیدت العلامات الثلاث زمانی که زیدت یعنی زائده بشه زیده فعل مجهول زاده است اصلش زویده بوده مثل بیعه چه میشه بیعه این اینم زیده میشه اذا زیدت العلامات الثلاث زمانی که زائد بشه علامت های سگانه وقتی که اینا زائد بشه ببینید فرمو فرموده زیدت زائد بشه این یعنی چی یعنی اگه علائم تعنیسی باشه یعنی تا مثلا باشه حالا علائم تعنیس نگیم تا ای باشه یا علف مکسوره ای باشه چه جزء حروف اصلی است او دیگه فایده نمیده اون هیچ تانیس رو فایده نمیده چون که اصلا علامت تعنیس نیست فلزا میفرماید فی و فی غیر ما مره اذا زیدت العلامات و سلاس. زمانی که زائد باشه علامت های سگانه اونجا افادت تانیس المجازیه اونزا فایده میده چی رو فایده میده تعنیس مجازی رو حکم تعنیس مجازی رو یعنی در واقع کلمه میشه مثل شمس چه حکم تعنیس مجازی چیه یادتون باشه عرض کردیم وقتی که فعل به ظاهرش اسناد داده میشه تعنیس واجب نیست وقتی که به زمیر اسناد داده میشه تعنیس واجبه و امثال اینها خیلی خوب در غیر این موارد زمانی که زائده بشه علامات سگانه افادت فایده میدند این علامات حکم تعنیس مزازی رو خیلی خوب اینا آیا مورد دارند؟ یعنی ما تو در اونهایی اون جاهایی که تعنیس حقیقی رو فایده میدادن گفتیم تا در پنج مورد الف مکسوره در دو مورد الف ممدوده در یک مورد اینزا هم که افاده تعنیس مزازی میکنند آیا ضابطه و قاعده خاصی دارند؟ میفرمایند که نه ولا قیاس لحاظن نو هیچ قاعده ای و هیچ ای برای این نوع یعنی این نوعی که افاده تعنیس حقیقی رو میکنه نیست بل یعرف به سما بل چه شناخته میشه به وسیله سماع از عرب ما باید بشنویم از عرب ببینیم که در کجاها ها اینو استعمال کردن و الا یه زابطه خاص و مشخصی نداره من هو، این من من بعضی است یعنی بعضی از این موارد که تنیس علامت تنیس داره مونتا علامت تانیس افاده تانیس حقیقی رو نمیکنه بلکه افاده تانیس مجازی است مثل تمرت این تمره اسم فاعل نیست تا داره اما اسم فاعل نیست اسم مفعول نیست صفت مشبهه نیست بعض صیغه مبالغه نیست منصوب نیست این تانیس مجازی رو فقط فایده میده که اصلا تمره به معنای خرماس تانیس حقیقی در اون معنا نداره اصلا بگیم تانیس حقیقی رو فایده میکنه البته غیر از تانیس حقیقی این تای مثلا تمره در اصطلاح بهش میگن تای وحدت یعنی اگه این تا رو برداریم میشه تمر تمر به معنای جنس خرما اسم جنس جمعی است تمرت باشه یعنی یک خرما پس بنابراین تا غیر از این چه حکم تعنیس مجازی رو در اینجا میده اینجا وحدت معنای واحد یکی رو هم میده شجر شجرت یا صحاب به جنس ابر میگند صحابت یعنی یک قطعه ابر ضربت هم همینطور ضربت این تنیس حقیقی رو فایده نمیده در زدن معنا نداره تنیس حقیقی بگیم افاده تنیس مجازی میکنه و معنای وحدت تو هم داره عدت این تا به معنای وعده دادن مستره این تا تای عوضه یادتون باشه در بحث فعل خوندیم در بحث مثال گفتیم یه چیز دوتا قاعده خصوصی برای مثال فرمودن یکی هم در مستر بود که واو فاول فعل بعد از نقل حرکت به ما قبل می به ما بعد هست میشه و به این واو یه تا در آخرش میاریم این تا تای عوض تنیس حقیقی رو فایده میده و در ضمن عوض از فاول فعل هم هست اقامت یادتون باشه در باب افعال گفتیم اقوام بود واو به جهت اجرای قواعد اعلال هست شده و به جاش یه تا اومده اقامت این تا با اینکه تنیس حقیقی رو فایده میده و همینطور عوض از عین الفعل هم هست یا دعوا علف مکسوره داره این افاده تنیسیگی نمی کنه بردا به معنای نحرون فی دمشق یه رودیست در سوریه در شهر دمشق این افاده تنیسیگی نمی کنه روزعا مستره به معنای برگشتن روزو کردن این افاده تنیسیگی نمی کنه اوروا به معنای ادداهیه به معنای مصیبت به معنای مصیبت بزرگ این افاده تنین سعیگی حبارا اسم کبوتریست است و اسم پرنده است اینها افاده تنین سعیگی نمی, کنه. اینا, سعیگی نمی کنه. اینا برای علف مکسوره چند تا برای علف ممدوده مثال میزنه سرا به معنای همین سر و نهان و صحرا به معنای صحرا واضحه فگه ها به معنای سارشنبه. کبریا چه به معنای بزرگی آشورا چه واضح اسم برای دهم ماه محرمه اینها علف ممدوده دارند مونتا این علف ممدوده حکم تعنی حقیقی رو نمیدن اصلا معنای حقیقی در اینجا معنا نداره بلکه افاده حکم تعنیس مجازی رو میکنند و غیره نعم بله در اینجا میفرمایند بیان کنند که بله ما چه گفتیم افاده تعنیس حقیقی رو نمیکنند فقط تعنیس مجازی البته بعضی وقتا اون تا که بیشترین استعمال رو داره غیر از صرف تعنیس مجازی یه چیزای دیگری رو هم فایده میده ارز کردم مثلا همین وحدت رو فایده میده همین اوز بودن از فاعل فعل اوز بودن از عین الفعل اوز بودن از لام الفعل بعضی وقت لام الفعل هست میشه بذاش تا میاد و الی آخر نعم اتاولا یخلو یا تخلو یادتون باشه تا اسمش قصد شده هم میتونیم مذکر بگیم هم مؤنث بگیم اتاولا لا یخلو من اخرى تا خالی نیست خالی نمیشه از فایده دیگری غیر تعنیس مجازی. غیر از تعنیس مجازی فایده هم داره غالبا البته بعضی وقتا فقط تعنیس مجازی رو فایده میده دیگه هیچ چیز, چیز دیگر, رو فایده نمیده غالبا غالبا اینجوریه که غیر از تنیس مجازی یه چیز دیگری هم فایده میده چکون هیله بیان الوحده مثل اینکه این تا میاد برای بیان وحدت مثل تی؟ مثل تمر تمرت یک خرما ضرب ضربت یک بار زدن او اوزن عن الفا یا اوز از فاول فعل میاد مثل ود عدت اینجا اوز از فاول فعله او اوزن عن ال این، یا اوز از این الفعله مثل اقوام چه میشه اقامت این تا اوز از این الفعله او, او اوزن ان لام یا اوز از لام الفعل میشه مثل شفح چه ها هست میشه به معنای لب بذاشت تا میاد شفت میشه او اوزن ان زائد یا اوز از یه حرف زائد میاد مثل باب تفعیل که در مسترش میشه بس یا رو تبصیر بعضی وقت اون یا مد باب تفعیل که ما قبل آخره تبصیر این یا هست میشه بذاش تا میاد تبصیرت میشه اول غیر زالک یا برای غیر اینها غیر اینها به عنوان مثال بنده ارز کنم مثلا فعلیت که مرزه فرض کنید به خانمی میگن که شیر, میده یعنی بچه ای داره که اون بچه شیرخاره به این میگن مرزه ولو الان شیر نمیده اما بچه ای داره که بچهش شیرخاره اما تا وقتی که میارند مرزه ات این تا رو این برای مرزه مذکر و معنیس نداره چون که آقای مرزه چه نداریم خانم مرزه اینا معنس بسته نمیشن برای خانم هم همین مذکر استفاده میشه که مرزه اما بعضی وقتها به خانم میگن مرزه بعضی وقتها میگن مرزعت مرزه یعنی کسی که بچه شیرخوار داره مرزعت یعنی الان شیر میده چه تای فعلیته اینا فواید دیگری هم داره چه انشالله در کتاب های نف انشالله اینها رو خواهید خوند و گاهی هم فقط همین تحنیسه مزازی رو فایده میده فایده دیگری نداره انشالله در جلسه بعد ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته